با سلام به بینندگان عزیز تلویزیون برابری و به امیدی که هر کجا که هستید شاد و موفق و پیروز باشید. بینندگان عزیز، در برنامه امروز گفتگویی داریم با آقای دکتر عزت مظلا‌نژاد در مورد طنز در ادبیات ایران از مشروطه تا به امروز، و ما سعی میکنیم مروری داشته باشیم با آقای عزت مظلا‌نژاد در این مورد. با سلام و تشکر از شما آقای مظلا‌نژاد که دعوت ما رو به این مصاحبه پذیرفتید. خیلی متشکر، شما لطف فرمودید و من به تمام بینندگان و شنوندگان شما از صمیم قلب درود میفرستم. امیدوارم که امروز سیر و سفر خوبی با هم داشته باشیم در وادی طنز. خب، قبل از اینکه وارد اصل موضوع بشیم، اول من شما میخوام که تعریف و طنز و انواع طنز رو برای بینندگان ما شما توضیح بدید. شما در چون یک مقالات متعددی دارید در مورد طنز از ادبیات ایران تا به امروز. بسیار متشکر. وقتی یه سری به فرهنگ ده خدا میزنیم، میبینیم ده خدا در که خودش یه طنز پرداز بزرگه، در مورد طنز چی گفته. با لغت طنز میگه افسوس داشتن، دیگری را سرزنش کردن، بعد رمز و راز، ناز و کرشمه و تمام این عناصر در یک طنز خوب وجود داره. طنز از لغت ستیر یونانی اومده که معنی یک بزی میده که پر از مو بود، و یا در روم زبان رومی بشقاب پر از میوه و غذا معنی میده. و چیزی که مهمه در طنز، ما اصطلاحات زیادی داریم در ادبیات، چه در ادبیات فارسی چه در ادبیات کشور غربی، در مورد چیزی که شما را میخندونه. مثلا ما کمدی داریم که گاهی سرگرم میکنه و حتی به قیمت زیر پا گذاشتن شخصیت خود کمدین میاد آدم ها را میخندونه. یا لطیفه داریم که رو به سمت هیچ هدفی نداره، فقط خندوندن و لطیفه گویی یا فکاهی یا اون چی که امروز میگن جوک، ولی طنز خیلی متفاوته با همه اینا. و قبل از که طنز تعریف کنم، از حجو صحبت میکنم که تقریبا ادبیات فارسی پر از حجوه. یعنی این یه نفر را که آماج حجوه میاد نسبت به او انتقام جویی بکنه، میخواد با شعر با استفاده از کلام اینه چیه تحقیر کنه، بیاره پایین. و در واقع هیچ هدف اخلاقی نداره، هدف شخصی داره. طنز یه نوع حجبه، با این تفاوت که در حجب یه شخص آماج انتقاد قرار میگیره و هدف اخلاقی نداره. طنز جامعه یا یه دیدگاه مورد طنز قرار میگیره و دقیقا هدف اخلاقی داره. درایدون شاعر انگلیسی میگه طنز با یه دست خراب میکنه، با یه دست چیه آباد میکنه. و جوناتان سویفت میگه که طنز میخواد بگه که یه کوش پشت رو ترسیم کنه، ولی در این حال میخواد کوش پشتی اونه درمان بکنه. بنابراین طنز کاملا جنبه اجتماعی و سیاسی داره. مسئله که انواع طنز فرمودید، در یه طبقه بندی کلی که میکنن میگن ما طنز هوراسی داریم، که طنز هوراسی میخندونه یه انسان، یه هوراس در دوران کلاسیک 45 قبل از میلاد که میاد جلو به مفاسد اجتماعی رو با یه زبان بسیار زیبایی میگه، به نوعی که فرد، حتی اون کس که میشنوه، حتی اون کس که آماده طنزه، میخنده و نمیخواد که این مورد در واقع انتقاد شدید قرار بده. ما نمونه هاش در
ادبیات فارسی هم داریم، مثلا جمالزاده یا آقای ایرج پزشکزاد از انواع طنز هوراسی استفاده میکنن. یه نوع طنز داریم به نام طنز جوانالی که وای 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 انتقام میگیره و به مفاسد اجتماعی حمله میکنه، دیکتاتور را به صورت یک پول در میاره و نمونهش مثلا در لیرشاه شکسپیر میبینیم که میگه سناری یه پولی پسر و وارث یک روسپی، همینطور ردیف فحش میده به اون آماج طنز. میگه اینجا به هیچ وجه نسبت به یک جبار رحم نیست. نمونه این طنز جوناتان سویفت در سفرنامه گالیور که جامعه انگلیس به طنز میکشونه و حتی انسان، کلمه یاهو برای انسان استفاده میکنه و وقتی جامعه اسبا با جامعه انسان ها رو مقایسه میکنه امتیاز میده به جامعه اسبا. و ما نمونه طنز جوینالی در طنزهای صادق هدایت داریم که میگه یه شب مردم بلند شدن و یه اعلی حضرتی برشون اومد، بعد چهار تا فوش میده، بعد میگه با نیزه سزرعی نمیشد زیر دماغش سنده دماغش و گرفت و فلان و فلان و فلان، که در جاهای دیگه ما میبینیم صادق هدایت از این طنز استفاده میکنه. حتی در توپ مرواری میگه کسانی که چند تا خشتک از من بیشتر پاره کردن، و بعد حرفای خودش میزنه. طنز باز جوینالیز ما در آثار مکرم اصفهانی میبینیم که بعضی وقتا از کلمات رکیک هم استفاده میکنه و گاهی فحش هم خاطی طنز جوینالی میشه. طنز سومی که وجود داره به نام طنز مینیپویی میگن، که اونم 290 قبل از میلاد مینیپوس بوده، که اینجا کاری به فرد نداره، به گرایش های فکری و مفاسد اجتماعی کار داره. گاهی به صورت داستان کوتاه و گزارش جلوه‌گر میشه، گاهی داستان بلند. و ما می‌دونیم که طنز ممکنه در شعر بیاد، در نثر بیاد، در نمایشنامه بیاد و در نقاشی، در کاریکاتور، حتی در موسیقی بیاد. که مثلا وقتی که میخواستن در بالشوی تئاتر مسکو سربازان آلمانی را مسخره کنن، کلاه دیو رو سرشون گذاشته بودن. بنابراین طنز، یک کسی که طنز پردازه روی یک نخ باریک یه مو حرکت میکنه، اگه اندکی به چپ بلغزه میشه یه حرف جدی، طنز نمیشه، اگه اندکی به راست بلغزه میشه هجو. که هنر بسیار بسیار ظریفی، همونطور که ده خدا گفت، و جنبه های مختلفی را در بر داره و پر از رمز و راز هست. و ما اگر استعاره به ایهام و مجاز از طنز بگیریم دیگه طنز نمیشه. و به این ترتیب هست که ما میبینیم در ادبیات فارسی، چه در ادبیات کهن، چه در ادبیات امروز و چه حتی امروز در جمهوری اسلامی، همیشه از طنز استفاده شده، چون کارکردهای متفاوتی از نظر روانشناسی و از نظر جامعه شناسی داره. خب حالا پس با این تعاریف که گفته شد، حالا میتونیم بریم سراغ اصل مطلب در مورد طنز از مشروطه تا به امروز. خب گوش شدید به صحبت‌های شما. من یک کمی برای شما صحبت میکنم، من تا هر زمان لازم شد و ابهامی بود شما حرف من رو قطع کنید. دقیقا من پرسشامتون انجام میدم. ببینید مسئله، برمیگردیم یه نگاهی به مشروطه میکنیم که اصلا مشروطه چی بود. مشروطه در تحت تأثیر چند تحول در جامعه رخ داد.
یکیش باز شدن باب تجارت و دادستان با غرب بود که از زمان صفویه شروع میشه ولی به صورت کند پیش میره. در دوره نادر ما نداریم، در دوره زندیه وقتی که سفیر انگلیس میخواد بیاد به دربار کریم خان راهش میده، ولی ساعت دیواری که بهش میده میگه ما این نمیخوایم، این چوب خط عمره، میگه این لباسه که شما آوردی ما به زنمون نمیدیم، فاحشه میشن اگه اینا بپوشن. و بنابراین چندان توسعه ای نداره تا وقتی که ناصرالدین شاه میاد و امیر کبیر. با امیر کبیر شروع میشه و محصلان میرن به خارج و دیدگاه دموکراسی و تفاوت دو جامعه را میبینن و اینجا دلشون به درد میاد که چرا ما پیشرفت نمی کنیم. و اینجا هست که جرقه های تجددخواهی روشن میشه و ادامه پیدا میکنه، ولی استبداد ناصرالدین شاهی نمیگذاره. ما در این زمان نگاه هایی به طنز داریم که بعدن زمینه ساز کار طنز پردازان دوران مشروطیت میشه و قبل از مشروطیت، از جمله طنز های سیاسی کریم شیره‌ای هست که خودش یه مقوله دیگه هست، ما امروز راجبش صحبت نمی کنیم. بعد زود میبینیم خود نیروهای مولده در جامعه رشد میکنن و با رشدش دیدگاه های جدیدی مطرح میشه. دیگه نظام پوسیده فئودالی جواب رشد نیروهای تولیدی در جامعه نمیده. سومی که استبداد و جباریت و استعمار و بهره‌کشی فئودالی وحشتناک میشه و تمام اینا زمینه ساز یک تحول میشه که در با ترور ناصرالدین شاه توسط میرزا رضای کرمانی یک کمی فضا باز میشه. و در زمان مظفرالدین شاه که میرسیم، تحولاتی که عرض کردم خدمتتون، تحولات دیر شده با یک اتفاقی که در تهران میفته، علاءالدوله میاد یه در تجار تهرانی را به علت بالا بردن قیمت قند فلک میکنه، مردم عدالت میخوان، به سفارت انگلیس بس میشینن، دو تا از آخونده کمک میکنن، بعد و به این ترتیب ما میبینیم انقلاب مشروطه شروع میشه. و در نهایت در دوران اول این انقلاب که سال 1284 شمسی هست، مظفرالدین شاه مجبور میشه فرمان مشروطیت رو امضا کنه. منتها مدت خیلی کوتاهی بعد امضای فرمان مشروطیت مظفرالدین شاه میمیره و محمد علی شاه که پسرش هست در سال 1285 شمسی شاه میشه. و اینجا هست که ما میدونیم تحولات بعدی که محمد علی شاه گرچه قسم خورده که به مشروطه وفادار بمونه، در سال 1287 مجلس به توپی منده به وسیله لیاخوف روسی، دوران استبداد صغیر شروع میشه. و در این حاله که افراد بزرگی مثل میرزا جهانگیرخان شیرازی و سید جمال الدین واعظ اصفهانی کشته میشن و خیلی آدما شکنجه میشن در باهوشا. و در سال 1288 با کمک دموکرات های تبریز، ستارخان، باقرخان، حیدر مقلی، از او برس سردار سپه سردار اسعد بختیاری، مؤمنین تهران فتح میشه، محمد علی شاه خل میشه، احمد شاه میاد و در این دوران شروع میشه که یک دوران آزادی نسبی هست، دوران بیداری مردمه، دورانی که چیه استبداد صغیر
به پایان رسیده. وقتی شما از طنز در دوران مشروطیت صحبت میکنید، به نظر من سه دوره متفاوت را شما باید در نظر بگیرید. یا دوره قبل از مشروطیت که آماده میکنه جامعه را برای تحول، که بسیار نقش مهمی داره. یه دوران استبداد صغیر و دورانی که محمد علی شاه میاد، و یه دوران بعد از محمد علی شاه، که در هر سه دوران ما میبینیم طنز پردازی میان و تلاش در تنویر افکار جامعه میکنه. به این که همواره خیلی جالبی که رخ میده، خیلی از مورخان بهش توجه نکردن، در این دوران نقش زنان هست در هر سه دوران که کمتر بهش پرداخته شده. در هر حال میرسیم به یه خصوصیت مشترک این سه دوران. اولین کاری که صورت میگیره اینه که ادبیات با سیاست نزدیک میشه و هیچ وقت در تقریبا هیچ زمانی در طول تاریخ طنز در ایران چنین اتفاق نیفتاده بوده. این فقط به علت انقلابه. دوم این که طنز هدف پیدا میکنه. هدف این طنز چند تا هست. یکی این که دولتیان بیان به آدمی خیلی کله گنده تحقیر بشن توسط طنز پردازا، و بعد هدف دیگر طنز این میشه که با استبداد در بیفته، مردم رو به قدرت خودشون آگاه بکنه. طنز بیا به عنوان یه وسیله‌ای به کار گرفته بشه که مردم رو به هم متحد بکنه، هماهنگ، یک دل. و طنز جنبه اخلاقی پیدا میکنه، اخلاق والایی در نظر داره که قبلا نداشته. آزادی جامعه، رهایی زنان، حتی تغییر خط و مبارزه با خرافات مذهبی و انواع اقسام خرافات دیگه. و بعدش میبینیم که یک آماج دیگه طنز مبارزه با ستمگریه، استثمار، بهره‌کشیه، میخواد عدالت اجتماعی برقرار بکنه. تمام اینا هدف هایی که مشترک بین این سه دوران. حالا ما میپرزیم به دوران اول. که دوران اول به نظر من از خارج از ایران شروع میشه و اصلا به علت جباریت در جامعه ایران، که متاسفانه من در یه مقاله خدمت دوستان عرض کردم تحت عنوان ریشه های جباریت در جامعه ایران، که دو بدبختی ما داشتیم در تمام تاریخمون، چه قبل از اسلام چه بعد از اسلام. و اون بدبختی ما اینه که از یه طرف جباریت عین یک پاشنه آهنین همین اندیشه ها را له کرده و انتقاد و مخالفت و همه چی را از بین برده. دوم این که خرافات در تار و پود جامعه رخنه کرده بوده و ما میبینیم جباریت خرافات و سنگوارگی مذهبی را رشد داده. سنگوارگی مذهبی و خرافات جباریت، و این دور تسلسل باطل تا به امروز متاسفانه حفظ شده و این تلسمی بوده که ما باید بشکنیم. و این که بتونیم به کمک هم چگونه بشکنیم یه سوال بزرگی هست. بنابراین ما میبینیم به همین دلیله که خیلی اوقات اندیشه های روشنگران از خارج به ایران اومده. و اینجا نباید نقش افرادی که در تبعید هستن و نمیتونن در خود کشور زبان مردم باشه نادیده نباید گرفته بشه. اولین کسی که من شروع میکنم و من خودم با تمام وجود بهش ارادت دارم و امیدوارم بتونم یه روز شاگرد این انسان بزرگوار باشم، میرزا فتحعلی آخوندزاده هست که در آذربایجان متولد میشه و بعد در سن 16 سالگی با یک استادی
مواجه میشه که خیلی درش تاثیر میذاره. آخوند بوده بخون به نام آخوند الاسکار که ایشون بهش میگه نرو دنبال آخوند شدن، میخواسته آخوند بشه. مثل بسیار روشن فکری ما که از پوسته مذهب آخوند بودن میشکنن، مثل کسروی یا مثل تقی‌زاده، و این مرحذر میداره. در حدود 17 یا 18 سالگی مجبور به مهاجرت میشه، میره قفقاز و در نهایت در تفلیس ماندگار میشه و اونجا به عنوان چندین زبان یاد میگیره، فرانسه، فارسی که خیلی خوب بلد بوده، تقریبا زبان مادریش بوده بعد از ترکی آذری و بعد روسی مثلا، و تا آخر عمر اونجا زندگی میکنه. تمام عشقش ایران بوده و تمام عشقش کل جامعه شرق بوده، آزادی انسان بوده، دیدگاه کاملا مادی داشته این فیلسوف. و از کتابی که نوشته به نام، کتاب زیادی نوشته از جمله چندین نمایشنامه و تمثیلات بهش میگن، کتاب مکتوبات کمال الدوله که یکی از بهترین اثر طنزآمیزشه، که در مکتوبات کمال الدوله از کریتیکا یا انتقاد صحبت میکنه و اینجا میگه که در خارج میان هر کس چیزی می نویسه، کسی بهش انتقاد میکنه، اون نوشته منتقد رو بررسی میکنه و به این ترتیب ادبیات و فکر جامعه رشد میکنه. ولی اینجا در ایران انتقادی وجود نداره. و بعد خیلی جالب، مثلا در مبارزه با خرافات مذهبی میگه که کی باور میکنه به این مزخرفات، عمر هزار جاودانه نوح، عمر هزار ساله، عمر جاودانه خضر، عمر هزار ساله نوح و عمر 3000 ساله لقمان، و از امام غایب میگه که 1000 خورده ساله که زنده هست. در 1000 سال جمادات هم تغییر میکنن تا چه برسه به انسان ها. و به این ترتیب ما میبینیم در حوزه های مختلف با دیکتاتوری و با خرافات در میفته. مثلا یکی از کاراش نقدیه که با حق الیقین محمد باقر مجلسی میکنه که میگه جهنم 70000 حجره هست، در هر حجره 70000 اژدها هست، در شکم هر اژدها 70000 مار، در دهن هر مار 70000 عقرب والگه. میگه که این مزخرفات چیه؟ کی به تو گفته که این شکنجه ها؟ هیچ انسان عاقلی این چیزا رو قبول نمیکنه. متاسفانه نسخه خیلی معدودی از مکتوبات کمال الدوله میرسه به ایران، ولی مثل نق ورق زر میبرنش. سالهای سال به مدت 140 سال این اثر بی منتشر نمیشه. در زمان شاهی ناشر خیلی خوب من یادمه تلاش میکنه که منتشر کنه به 20 نسخه با تردستی از سانسور نجات میدن و مخفیانه پخش میکنن. اصلا در عرض خود زمان شاه از ترس آخوندا این کتاب منتشر نمیشه. یکی از پیشگامان مشروطه است. و یکی دیگه از کسانی که در طنز میاد جلو میرزا خان کرمانی هست که با فاصله زیادی به نظر من از میرزا فتحعلی آخوندزاده قرار داره. و کلا نه تنها میرزا خان کرمانی که بابی ازلی بوده، کل ازلیان خیلی نقش زیادی در تحول جامعه و روشنگری داشتن. میرزا خان کتاب رضوان می نویسه، یه تکه از رضوان بگم. میگه کسی گفت که پیغمبر سایه نداشته، ای کاش خدای عزوجل هم سایه نداشتی تا خلق بیاسودی. یعنی میگه ضرب المثلی هست که میگه شاه سایه خداست، اینا میگه ای کاش خدا سایه نداشت که شاه وجود نداشت. دقیقا بر ضد دیکتاتوری داره صحبت میکنه. بعد ما میرسیم به کسانی دیگه که در قبل از مشروطیت، من فقط اسم میبرم چون صحبت خیلی زیاده، از جمله
انسان‌های بسیار بزرگواری که کلن اعتقاد مذهبی نداشتن، مثل میرزا حبیب اصفهانی. که میرزا حبیب اصفهانی کتاب سرگذشت حاجی بابای اصفهانی رو از فرانسه اثر جیمز موری به فارسی ترجمه میکنه، خیلی چیزا خودش بهش اضافه میکنه که زیبا هست. و ملک الشعرای بهار درباره این ترجمه میگه نبوغ قاعده نمیشناسه. مثلا هیچ وقت جیمز موری نگفته که در مذهب تو سر سگ بزنی فالگیر و رمال پیدا میشه، و بعد آخوند نقد میکنه، خرافات نقد میکنه، میگه همین آخوندا چیزی میخورن که مرغ خانگی میخوره. و حتی در استانبول چون نمیتونه بیا ایران، کتاب عبید زاکانی که به نظر من طنز الهادیه، کتاب کنز الاشتها مال شیخ بواسحاق اطمئنه که طنز بسیار زیباییه، و کتاب دیوان البسه مال محمود قاری یزدی را منتشر میکنه، دستور زبان فارسی مینویسه، عشق به جامعه ایران داره. این یکی متقدمین طنز مشروطه هست. و اگه بخوایم باز اسم ببریم، دو تا آدم نباید ازش غافل بشیم، یکی جلیل محمد قلی زاده است در قفقاز که در سال 1905 نشریه ملا نصرالدین را منتشر میکنه، و اونجا کسی که خیلی کمکش میکنه یکی عظیم عظیمزاده است که کاریکاتور میکشه. کاریکاتورهای عظیم عظیمزاده همین امروز هم تازگی داره، 50 کاریکاتور رنگی میکشه که مجله رو زیور میده با کاریکاتورش. و جلیل محمد قلی‌زاده در وهله اول میگه که مردم مسلمان بیاید که روی سخن من با شما هست، تمام مفاسد جامعه اسلامی رو رو پرده میریزه. و مثلا میگه یه بار دخترم خواست بره دانشسرا، آوردمش تو ارمنستان، و بعد یه اتاق گرفتیم و بعد دیدم مرتب این صابخونه ارمنی میاد در میبنده که هی میبنده هی من باز بکنم تا بسونه. آخر کار که میخواد پسرش منو برسونه به راه هم میگه که من با مادرم بحث داشتم، این دخترت بود یا عروست بود، یعنی زنت بود؟ گفتم چطور میگه این میگه دو مرد پیر میتونه با یه دختر جوان چی بکنه، ازدواج کنه؟ گفت که اینقدر آدم اومدن از مسلمانات و مسافرگان ما که دختر 8 ساله با پیرمرد 65 ساله اومده، و من خیلی تأسف میخوره و بحث میکنه از پدیده ازدواج زودرس و به طنز محکوم میکنه. یه چیز خیلی قشنگی داره که در مورد مردم تبریزه، میگه یه بار حکیم فرنگی آوردن که از چند تا دیوونه که مخصوصا به امام غایب اعتقاد نداشتن رها بشن. 6 ماه حکیم فرنگی تلاش کرد که دیوونه ها را بررسی کرد، مردم را بررسی کرد، آخر کار در میدان عمومی گفت تمام اینا عاقل ترین افرادی جامعه هستن، تمام شهر دیوانه هستن. یعنی حقوقهای عوام، خرافات عامیانه را به طنز میکشه. تا سال 1907 دیگه کل ملا نصرالدین مربوط به جامعه ایران میشه. دو تن در ملا نصرالدین خیلی تلاش میکنن، یکی علی اکبر طاهرزاده است ملقب به صابر که طنزاش رو به سوی خرافات در جامعه ایران و جامعه اسلامی داره. یه طنز داره صابر، میگه رفتم به قبرستان مرده سر از گور درم برد نترسیدم، بی بیشه رفتم رمه شیر را دیدم نترسیدم، به غسالخانه رفتم از مرده ها نترسیدم، به بلاد فرنگ رفتم خیلی چیزی عجیب و غریب دیدم نترسیدم، ولی من وقتی اومدم وارد مسلمان ها شدم ترسیدم. این نیست شده ها فکرشون از خونه، می ترسم که بعد آثار طاهر در کتابی به نام خوب نامه
منتشر شده که پروفسور شفایی هم اینو به فارسی ترجمه کرده. حالا یکی دیگه علی اکبر خدا هست که در ملا نصرالدین به ترکی می نویسه و ما می بینیم که ده خدا، باز از ده خدا در زمان مشروطیت صحبت می کنیم. بنابراین نقش ملا نصرالدین بسیار مهمه در تحول انقلاب مشروطه. و دوم چیزی که من خیلی روش تاکید میکنم از عبدالرحیم طالبوفه در کتاب مثلا احمد که علم به صورت طنز و قشنگ از رابطه احمد با پدرش توضیح میده، و دوم مسالک المحسنینه که در مورد یک سفرنامه هست که جامعه ایران در طول این سفرنامه تشریح میکنه، و بعد کتاب یکی حاج زین العابدین مراغه‌ای نوشته به نام سیاحتنامه ابراهیم بیگ. ابراهیم بیگ از مصر شروع میکنه، با لله خودش به نام یوسف عمو شروع میکنه، تو جامعه ایران حرکت کردن و طنزه و میاد جامعه را چیه میبینه، رو زیر آینه میگذاره و بعد مفاسد اجتماعی را برملا میکنه، و اینا تمامش توی جنبش مشروطیت تأثیر میگذاره تا زمانی که ما میرسیم به انقلاب صغیر دوران محمد علی شاه، که در این زمان ما میبینیم که نشریه سوره اسرافیل منتشر میشه. صاحب امتیاز سوره اسرافیل میرزا قاسم خان سوره اسرافیل از تبریز، و کسانی که در این نشریه می نویسن یکی علامه ده خدا هست، یک میرزا جهانگیرخان شیرازیه، که علامه ده خدا به اسامی کبلای دخو، دخو در قزوین، خب ده خدا خودش قزوینی بوده یعنی آدم نیمه دیوانه یا دیوانه عاقل، دخو علی شاه و دخو خرمگس، برهنه خوشحال و اسامی دیگه می نویسه در یه ستونی به نام چرند و پرند. نشریه سوره اسرافیل 9 ماه بعد از در واقع ایجاد مشروطه منتشر میشه و متاسفانه مدت کوتاهی دوام پیدا نمیکنه، و بعد از اینکه مجلس به توپ بسته میشه میرزا جهانگیرخان شیرازی در باغشاه زیر شکنجه کشته میشه، و ده خدا هم فرار میکنه میره به سوئیس، در اونجا 3 نشریه سوره اسرافیل منتشر میکنه، بعد میاد فرانسه اونجا هم نشریه دیگری منتشر میکنه، ولی دیگه متاسفانه از سوره اسرافیل خبری نیست. در طنزهایی که ده خدا نوشته چند تا چیز ما میبینیم، یکی مبارزه با پایمال شدن و نقص حقوق زنانه در اون دوران، و در این زمان ما میبینیم که ده خدا مثلا در یه طنزش به یه خانومی براش مینویسه، حالا تمامی شخصیت رو خودش می آفرینه، که من بچم چشمش دور از شما، دور از شما بلا نسبت سند سلام در آورده، من چیکار کنم و فلان اینا، من یک دونه من تو میخوام، که میگه برو بهش میگه اولیا مخدره اسیر الجوال خانم، یعنی حجاب را به جوال تشبیه میکنه در اون زمان حساب کنیم، و بعد به این خانم میگه که برو و دود انبر نسارا بده، یا اینکه سرخاب ماشال الاغ را بکن تو چشم پسرت، یا بعدا برو و بگو بهش این ورده بخونه، سند سلامت میکنم، خودم غلامت میکنم، اگه چشم خوب نکردی هاپلا هاپویت میکنم. بعد میگه که اگه هیچ کدوم انجام نشد برو حسن آباد و آسید فرجوله جنگیره ببین. خب چیه داستان؟ داستان در اعتقادات عامه رو به سخره میگیره با زبان طنز،
مثلا یه جای دیگه به نام سگ حسن دله که اصطلاحیه که در مورد خبرنگار به کار میبره، سگی که همه جا میره و همه چی میبینه، میام میگه که من خبر مهمی برات دارم، حضرت والا گالوسکش اسبش کار نمیکرد و حضرت والا حرسش در اومد، اومد پایین، میگه نگو، من این خبر میدونم، هفته کشید اسب کش. میگه تو از کجا میدونیم؟ میگه خبر خیلی مهمی از این چیزا تو روزنامه ما میاد و بعد افشا میکنه. میگه بزرگان همه وقتی حرسشون در میاد تک تک میگه که چطوری در یه مورد 350 تا رعیت میکشن، در یه مورد آدم را قمه میکنن، در مورد چگونه سه تن از بزرگان ایران خبیرالملک و میزا آقاخان روحی و میزا آقاخان کرمانی را همین محمد علی شاه گرفت و جلو چشم خودش گردن زد و سرشون تو تنور پخت. و میگه بزرگان اینطوری هست و اینا خبر مهمی نیست و اینا خیلی عادیه در جامعه ایران. با جباریت داره مقابله میکنه. در مورد دیگه با فضل فروشی و بسیار چیزی که ما میبینیم امروز ازش خیلی طنز پردازا استفاده میکنن. اگر ما بگیم پدر طنز منظوم ایرانی کیه، به نظر من سنایی غزنویه. پدر طنز منصور کیه، عبید زاکانی هست. و پدر طنز مدرن کیه، علامه ده خدا هست. که این داستان سور اسرافیل بود که من خدمتون گفتم. و بعد ما میبینیم که دورانی که دیگه محمد علی شاه خلع میشه، ما آدم های زیادی داریم که بیدیم وارد میدون عمل میشن و از سلاح طنز استفاده میکنن، که من دلم میخواد دو سه نفر اینجا صحبت کنم و نمیدونم وقت داریم یا نداریم. ما هنوز آره وقت داریم، حدود یک 7-8 دقیقه دیگه وقت داریم و میتونیم. من فقط خیلی مختصر صحبت میکنم از آدمی بزرگی که در این دوران قد علم میکنم، که از جمله ملک شعرهای بهاره که هم در ترانه سرایی دست داره هم در طنز، و طنز خیلی قشنگی داره. میگه دیدم به بسته دختره که اعظمی نسب، یه دختر فارسی زبانی، شیخ داشت درس زلال مبین بهش میداد و این میگفت زلال، دختر زبونش نمیگشت، میگو دلال، دلال یعنی ناز، کرشمه. و در نهایت شیخ نمیتونه این یادش بده، آخر کار میگه هر دوتون همونجا که هستیم بمونید، او در دلال خود و تو اندر زلال خیش، زلال یعنی شیخ، بذار اون در ناز و کرشمش باشه، تو در اون زلال گمراهی خودت باش. در جای دیگه بهار صحبت میکنه از جهنم، که واقعا بگم هیچ کس به خوبی بهار جهنم ترسیم نکرده و افشا نکرده. ترسم من ز دوزخ آتش فشان او، میاد تمام جهنم ترسیم میکنه. متاسفانه در دیوانهای بهار این تیکه هست شده، کسی که آورد در یادمانده های خودش، یادش به خیر آقای نصرت الله نور بود، که امیدواریم یه روز این قطعه را بخونیم. و بهار تا دوره ششم مجلس ادامه میده با سیاست و ادبیات در هم میامیزه و دوره شش از سیاست کلن کنار گیری میکنه و خودش وقف ادبیات و روشنگری میکنه. دیگه از کسانی که ما میتونیم اسم ببریم عارف قزوینیه، که هم از بعد از شیدا تنها کسی که تصنیف را رواج میده و تصنیف از حالت مبتذلش در میاره و عاشق آزادی ایران بوده. بیدار گشت هر که به ایران، شبد بدار بیدار و زندگانی بیدارم آرزوست. یه خرنامه‌ای داره که خیلی قشنگه، اهل این ملک بی لجام خرن، به خدا جمله خاص عام خرن، حشمت دوله گر کنی باور، هم دروغ مقدس است هم خر، آن که نامش ریاست الوزراست
به خدایی که خالق دو سراست، از هم جمله خرها بزرگتر است، به خدا که او یک طویله خر است. و تمام این مسئله رو در جواب اشرف الدین گیلانی میده، که خود اشرف الدین گیلانی هم یکی از طنز پردازان دوره مشروطیت که نشریه به نام نسیم و شمال منتشر میکنه، عارف نسبت به اندکی عداوت داشته، چون اشرف الدین در نهایت مسلمون بوده و طنزاش کم و بیش جنبه مذهبی داشته، عارف از مذهب فاصله گرفته بوده و اینجا، ولی اشرف کار خیلی بزرگی در طنز میکنه و اون اینه که هپ هپ نامه رو به شعر فارسی ترجمه میکنه. مثلا یه جا پروفسور شفایی میگه ای کارگر تو در جامعه راه نداری فلان فلان، خیلی در ترجمهش، ولی ببین چقدر اشرف الدین گیلانی به زیبایی ترجمه کرده، میگه ای فعل تو هم داخل آدم شدی، ای فعل تو هم میز و قشمشم شدی، در مسجد مجلس اعیان به خدا راه نداری، زیرا که زر و سیم به هم راه نداری. یه چیزی که در تمام نشریات نسیم و شمال اشرف تکرار میکنه این شعر حافظه، خوشخبر باش ای نسیم شمال که به ما میرسد زمان وصال. یه تک شعر از اشرف میخونم، میگه تا کله شیخنا ملنگ است، تا خلق اسیر ناموننگ است، تا کار به دست این دبنگ است، این قافله تا به هشت لنگ است. از کسانی دیگری که من واقعا بهش با تمام وجود ارادت دارم عشقی هست، که خب یک کمی دیرتر میاد، ولی در سن 31 سالگی در زمان رضا شاه توسط افراد نظمیه ترور میشه و ملک و شعرهای بهار در مجلس نطق پیش از دستور شدیدن دولت مورد انتقاد قرار میده و حتی مدرس برش مجلس باشکوه تشییع جنازه برقرار میکنه، که کاری بزرگی عشقی میکنه. از جمله در طنز میگه که این چه بساطیست، چه گشته مگر، وای به این مملکت خر و خر، خر تو خر، که در واقع خرنامه عشقی مشهور که حتی امروز ما میبینیم که کاملا مورد داره. بعد از عشقی به ایرج میرزا میرسیم که واقعا هیچ وقت اشرافیت خودش نمیتونه به زمین بذاره، ولی در کاری جالبی میکنه، از جمله در مورد حجاب یه شعری داره که عشقی هم داره به نام کفن سیاه، و عشقی حتی نه از نمایشنامه استفاده میکنه، از اوپرا استفاده میکنه. اولین بار اوپرای شهریاران ایران در استانبول اجرا میکنه خودش، و ایرج میرزا با عشقی هم دوستی داره، ولی اشرافیتش هیچ وقت رها نمیکنه، منتها بر ضد حجاب و بر ضد خرافات اشعاری داره. و جالب اینه که ایرج میرزا احتمالا بالکل اعتقاد مذهبی نداشته. و از کسی دیگه که باز ما یکم یاد میکنیم از لاهوتی هست، که تحت تاثیر صابر در استانبول به طنز رو میاره و در مورد آزادی زنان شعر میگه، و میگه که من از امروز حسن تو بریدم سرکا، گو که تا به دیوانگی هم خلق کنندم اقرار، که برمیگه چند بیمار سر زلف تو گردم بیمار. به زنان توصیه میکنه که شما بیاید و علم بیاموزید. از زنانی که در مشروطه و خیلی واقعا تأثیر داره تو جنبش زنان، روی جنبشی که بعداً بسیاری از زنان پیشگامشن، من به نظر من بنیانگذار بیبی خانم استرآبادیه، که در کودکی پدرش از دست میده، پیش خودش علم میآموزه، و وقتی که یه آخوندی کتابی میمیسه به نام تأدیب النساء، و در اون زمان میگه، در اون کتاب میگه بهترین کار زنان اینه که بشینن و دوک بریسند و لباس شوهرشون
بشویان و با هر با شستن هر لباس شوهر گناهانشون شسته میشه و ریستن ریسمان باعث میشه که خدا در بهشت یه قصری برشون درست کنه. بیبی خانم جوابش میده، کتاب مینویسه به نام معایب الرجال، میگه خداوند مرد و زن را به یکسان آفریده، شما چطوری به خود جرأت میدی که زن را زیر دست مرد بکنی؟ و بعد میگه این مرد های بی هنر، شما رجال نیستید، شما رجال هستید. یعنی رجال معنی مرد پست میده. به این ترتیب ما میبینیم کسانی بسیاری بعدن راه بی بی خانم طی میکنن، از جمله مزین دوله هست، بعد میریم صدیقه دولت آبادی هست و بعد خیلی خیلی زنان دیگری. خب من فکر میکنم فعلا به پایان این بخش اولمون نزدیک میشیم. البته صحبت زیاده و ما برنامه آتیمون برای هفته آینده خواهد بود که این بحث رو ادامه خواهیم داد با آقای عزت مصلی نژاد. با تشکر از شما، روز و روزگار به همه خوش.